از موتور تکفاز دو خازنه بالابر یک کابل چهار سیمه بیرون اومده که دو تاش مربوط به سیم پیچ اصلیه و دو تاش مربوط به سیم پیچ کمکی راه تشخیص استفاده از متر و مقاومت بیشتر سیم پیچ کمکی مقاومت کمتر سیم پیچ اصلی بعد از فهمیدن سیمبندی موتور میریم سراغ کلید کلید رو باز میکنیم و اهرومش رو توی دست راست قرار میدیم با هشت تا ترمینال مواجه میشیم که اینا رو از یک تا هشت شماره گذاری میکنیم که راحت بهشون اشاره کنیم. اولین نکته اینه علامت ضربدر رو هیچ وقت فراموش نکن. کلید و وقتی نو هم از بازار میگیری با دو تا تیک سیم از پشت شماره دو به هشت و سه به هفت وصل شده. بعد از اینکه خیالمون منظور... از زرد در راحت شد با یک تیک سیم پیچ شماره 6 که نماد پرسپولیس رو به شماره 4 که نماد استقلال وصل می‌کنیم پرسپولیس و استقلال فقط واسه اینه که یادمون بمونه بعد از اینکه 6 رو وصل کردیم به 4 میریم سراغه 5 و 6 و 7 و 8 سیم پیچ اصلی U1 و U2 رو به 5 و 6 و سیم پیچ کمکی Z1 و Z2 رو به 7 و 8 وصل می‌کنیم اما کابل ورودی برق یا فاز و نول میدونی موتور سه فاز نیست تک فاز یا یک فازه پس یک فازه فاز رو به پیچ شماره یک و نول رو به پیچ شماره پنج میدیم همین راحتی وقتی اهرم بالا اتصالات کلید به این صورته و وقتی اهرم رو پایین بدیم اتصالات به این صورت اگر پست رو دوست داشتین حتما لایک کنین و ازمون حمایت کنین کامنتاتون به ما انرژی میده مرسی خدا بس.